ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی. دوستان ضمایر فاعلی کلماتی هستند که در واقع همیشه در ابتدای جمله استفاده میشن. من، تو، او، ما، شما، آنها، که همیشه اینها در ابتدای جمله استفاده میشن و نقش فاعلی یا انجام دهنده کار رو دارن. مثلا من میروم، تو میایی، آنها بازی میکنن و غیره. خب من در زبان اسپانیایی یو هست دوستان. یو یعنی من، تو یعنی تو، پس یو من، تو، تو، ال اوی هست که مذکره، ال اوی هست که مذکره. مثلا وقتی به یک پسر یا یک مرد اشاره میکنیم و بخوام بگیم او، باید بگیم ال. ایا، ببینید اینجا دوبل ال داریم که ای به صورت یه تلفظ میشه، پس ایا اوی هست که مؤنثه. مثلا وقتی که به یک خانم یا یک مثلا حالا دختر بچه هم که بخوایم اشاره کنیم فرقی نمی کنه، در هر صورت اگر مؤنث باشه باید بگیم ایا، ایا. اما اوستد، اوستد یک ضمیر کاملا متفاوت در زبان اسپانیایی هست که دقت کنید دوستان، اوستد رو ما زمانی استفاده میکنیم که بخوایم به یک نفر به صورت محترمانه بگیم، در واقع شما، یک نفر به صورت محترمانه رو وقتی بخوایم خطاب قرار بدیم میگیم اوستد، اوستد. پس اوستد شمای محترمانه است که برای یک نفر استفاده میشه. اما ما در زبان اسپانیایی نوسوتروس هست. نوسوتروس یعنی ما. نوسوتروس، شما هم حتما تکرار بفرمایید دوستان. نوسوتروس، نوسوتروس ما. بوسوتروس، بوسوتروس یعنی شما. بوسوتروس شما، که وسوتروس هم گفته میشه. پس بوسوتروس یا بوسوتروس که به بهتر هست. بوسوتروس شما. خب اما آنهایی که مذکر هستن، دقیقا همون ال یعنی اوی مذکر رو جمع بستی میشه ایوس، یعنی ال دوبل ال میشه ایوس. و آنها اگر مؤنث باشن، مثلا چند تا خانوم هستن میخوام بهشون اشاره کنیم، میگیم آنها، باید ایارو که اوی مؤنث هست جمع ببندی میشه ایاس. پس ایوس آنهای مذکر هست، مثلا چند تا مرد و چند تا پسر. اما ایاس چند تا دختر یا چند تا زن رو وقتی بخوایم بهشون اشاره کنیم و بگیم آنها، باید بگیم ایاس، ایوس، ایاس. اما ضمیر بعد که باز در واقع حالت محترمانه داره برای اشاره به چند نفر، مثلا دو سه نفر مقابل ما هستن و میخوایم بهشون بگیم شما، به صورت محترمانه اگه بخوایم مورد خطاب قرارشون بدیم در حالت رسمی در واقع، باید همون اوستد رو جمع ببندیم که میشه اوستدس. اوستدس در واقع شما هست به صورت محترمانه. اوستدس، اوستد شما برای یک نفر. از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.